مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظلو همواره با عمل به توصیه ها و رهنمودهای مرجعیت مبنی بر کمک به نیازمندان طرح و برنامه هایی را در دستور کار خود قرار می دهند. در یکی از اقدام های صورت گرفته در این زمینه یکی از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت به ساخت 250 خانه مسکونی برای خانواده های نیازمند اقدام ورزید. کمیته بین المللی سید الشهدا علیه السلام تکمیل 250مین خانه از پروژه مسکن برای فقیران را جشن می‌گیرد. این کمیته که وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظل است و مقر آن در کشور کویت می باشد، به عنوان بخشی از پروژه بزرگ بشردوستانه خود برای اسکان فقرا که در چندین کشور در حال اجرا است، از پایان ساخت 250مین خانه این پروژه در یکی از کشورهای آفریقایی خبر داد و بابت این موضوع جشن گرفت. این کمیته در اطلاعیه‌ای که به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید اعلام کرد، فقدان مسکن برای بسیاری از خانواده‌های فقیر و گرانی آن دیگر یک مشکل محلی نیست، بلکه در کشورهای مختلف جهان، حتی در کشورهایی که از نظر اقتصادی پیشرفته می‌باشند، مستلزم این است که دست یاری به سوی این خانواده‌ها دراز شود و به آنها کمک نمود. این بیانیه همچنین افزود کمیته بین المللی سید الشهدا علیه السلام پروژه مسکن فقرا در قاره آفریقا را با هزینه کم در پایان سال 2018 راه اندازی نمود که این پروژه شامل ساخت خانه های کوچک برای خانواده های فقیر شیعیانی بود که تهیه خانه برایشان دشوار است. در ادامه این اطلاعیه آمده، این کمیته در مدت تقریباً 3.5 سال توانست به برکت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 250 خانه در چندین کشور آفریقایی بنا کند که این کار بزرگ و بشر دوستانه همچنان به توصیه آیت الله العظمی حسینی شیرازی به منظور حمایت از خانواده های فقیر به ویژه خانواده محبان اهل بیت علیهم السلام ادامه دارد. در این بیانیه تاکید شده که این پروژه نه تنها مسکن فیزیکی را فراهم می کند، بلکه به خانواده ها اطمینان می دهد که از خانه ای دائمی و مناسب بهره مند خواهند شد. مائده خاموش، اخبار شیعه. همکارانم گزارشی تصویری در این باره آماده کردند که با هم می بینیم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من ضمن اعياد عيد الغدير وانجازاتنا في شرق افريقيا نحتفل اليوم ولله الحمد بتسليم البيت رقم 250. يعني عندنا 250 بيت تم تسليمهم خلال 3 سنوات الماضيه ضمن مشروع بيوت منخفضه التكلفه التي تعطى للموالين المحتاجين الفقراء في شرق افريقيا. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا بيوت منخفضة التكلفة هي بيوت رائعة جدا، يعني زي احنا هذا بيتي فينا من برا، احنا ممكن ندخل نشوفها من داخل. شوفوا تفضلوا، يعني بيت مرتب نظيف، طبعا نشمل الاثاث ايضا داخل نقدر نشوف احنا شويه على السريع. طبعا وفي ختام احتفالنا اليوم بتسليم هذا البيت رقم 250 ايضا دعوة للجميع بتكفل بيوت الفقراء المنخفضة التكلفة، لان عندنا كثير صراحه من الاسر المحتاجين، والبيت يشكل امان اجتماعي للافراد وهو يعتبر قضيه مهمه جدا سواء في شرق افريقيا او غيرها من الدول، والله الحمد والحمد لله رب العالمين.